بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید آرزو دارم در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران کر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. ولی هیچ که این امید آرزو تنها شامل آن دست از دوستانی نمی شود که همیشگی با کجدم یا غربت را به همزیستی با حضرات آیا ترجیح داده و در چهار گوشه جهان پراکنده شدند، بلکه آن گروه وسیعی از همسرنوشتانی را نیز در بر میگیرد که در وطن خویش غریبند. بار شما بزرگواران، امروز چهارشنبه از خواهد که 13 ژوئن المزین سنه 2018 ترسایی برابر با 23 خرداد 1397 خودمانی و 1438 آخوندی به 135 برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به اهتمام سعید بهبهانی توجه میفرمایید. این برنامه در قلمرو طنز سیاسی و اجتماعی است و محتوای آن نیز برگرفته از طنز نوشته‌های هفتگی حمیدزا رحیمی است که به مکتوبات یا مکتوبات فدوی هم اندکی معروف است و تلخی طعم طنز در این برنامه به لحاظ فجایع اتفاقی در وطن سابق است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان کاتب و منشی در رکاب شما بزرگواران شمشیر می‌زنم. خب دوستان، همطور که از بک‌گراند ملاحظه می‌فرمایید، فدوی همچنان در سفر است و این بنده نیز به ناگزیر در معیت. دیگر اینکه تلاش‌های بنده برای اینکه این جناب فدوی رو از خر شیطان بزرگ پیاده بکنم تا این لحظه به جایی نرسیده است، اما بنده به تلاش ادامه میدم. اما همطور که عرض کردم، شوربختانه نه ایشان امیر نوح سامانی است و نه بنده بلا تشبیه رودکی که به ترفند بوی جوی مولیار آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی، ایشان رو به ولایت مألوف برگردانم. اما بر روی بنده تلاشم رو می کنم. دوستان گرامی، پوزش می کنم از اینکه چیزی نزدیک 30 دقیقه با تحقیق خدمت رسیدیم به علت اشکالات فنی بود که پیش اومد، به همت های بهبهانی رفع شد. اینکه آقای بهبهانی معمولا در برنامه ها متذکر می شود که برحال دوستان سال لطف بکنن و پشتیبانی رو استمرار ببخشن، برای این است که بتواند برحال این اشکالات فنی رو به حد اقل برسانن. خب دوستان گرامی، تصویر شماره یک بخشی از کتاب است که از نویسنده منتشر شده است. این دو نویسنده، یعنی فدوی و حمیدزا رحیمی، که این در واقع تصویر بخشی از اینها هست و شعری انتخاب کردم براتون به اسم آواز در مه. بعد که این رو براتون میکنم، در کتاب از کنم یک تکه از زمان در اونجا قابل دسترسی است و عرض بکنم خدمتتون که میگوید که خوانندهی بزرگ از جعبهی کوچک یکی از قصه های قدیمی مرا میخواند و من آرام چشمان خستن را با ودکا میشویم. آنک ابر باردار شمال را میبینم که در آسمان قریب این شهر به دنبال خزری میگردد که در کوچه باغهای بارانی ذهن من گم شده است. و همطور که عرض کردم، شعر آواز در مه در کتاب یک تکه از زمان چاپ دوم، اگه خواستید کتاب ملاحظه بفرمایید، به عرض کنم آدرس سایت نویسنده که به لطفای بهبهانی معمولا روی صفحه هست، اونجا مراجعه بفرمایید بخش انتشارات. و اگر خدای نخواست زبانم دار خودمتون روزو نیاره، خواستید که تهیه بفرمایید، در اونجا امکانش هست و حتی به توصیه برخی دوستان آپشن دونیشن هم گذاشتیم، گرچه میدانیم که کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، ولی به هر حال امتثال اوامر دوستان کردیم و اون گزینه را یا به قول عوام آپشن را گذاشتیم. بله، خب عزیزان، یه خط فارسی رو ببینیم. تصویر شماره دو رو ملاحظه بفرمایید. این فدایی مشغول کار بوده، قبل از این نمایشگاهی بود در شمال کالیفرنیا و داشت کار میکرد. سه ماه مهمان عرض کنم که موزه هنر بود در کالیفرنیا شمالی و این مربوط به اون مقطعه هست. عرض کنم که مشغول، حالا بعده الان بیاد آوردم که داره چی می نویسد فدوی. اون یه تکبیر بسیار زیبایی است از مولانا که می گوید که من با تو همی گفتم
که از عشق بلا خیزد. هان ای دل دیوانه، هوشیار شدی یا نه؟ و قصه اولش رو نوشته، مشغول عرض کنم که تحریر قصه دوم هست با قلم شکسته، با قلم با عرض کنم که شکسته. و در جمع اونم یک شعری است که بسیار معروف، این قسمت این شعر زندگی میکنم اینجوری شروع میشه، مثل اون پریده پرنده که نمیداند برای چه میخواند. به هر حال این داستانی داره که یه روزی که عرض میکنم. خب دوستان گرامی، به قسمت چیستان برویم. تصویری داریم شماره 3 و چیستان ماجراش اینگونه است که هر هفته فدایی با یک پرسش معمولا مصور با ما درگیر می شود که ما در این مورد چه فکر می کنیم. تصویر اگه ملاحظه فرمایید، تصویر شماره 3 پاسخهای رسیده، ولی همه پاسخها مشابه، یعنی هیچ کدام هیچ چیزی اضافه بر دیگری ندارد. دوستان عمدتا مرحوم فرمودن که اینجا از خودم که مراسم عقد و این حرف ها هست و شاید در ذهن اینگونه دارند که در وطن سابق هم گاهی وقتا برادران به طور فلعی عقد میکنن، مثلا 30-40 تا جوان رو میارن و میگن ما میخوایم که امروز اینا رو عقد بکنیم. اینا شاید به علت این در واقع سابقه در ذهن تصورشون این بوده است. به هر روی پاسخ رو عرض میکنم و بعد میریم به قسمت هفته آینده. پاسخ درست این است که بعد همه دوستان درست فهمیدن یک مراسم ظاهرا عروسی است، اما توجه نفرمودن دوستان که چرا اینا پکرن هر دوشون و آیا دارن ازدواج میکنن، این چجوری است این داستان. ولی به هر حال یک سنت است در کشور افریقای غنا. در اونجا گویا عرض کنم که کسانی که متقاضی طلاق نه ازدواج هستن، رسم دادگاه اونا این گونه است که باید لباس عروسی رو به تن بکنن این زوجهای گرامی و بیان اونجا بشینن و طلاق بگیرن. برای همین آمار از کنم دوستان در اونجا میگوید که میزان طلاق به این علت اندکی پایین آمده است، برای که روشون نمیشه که برن با اون حالت و هر رو اینا دارن طلاق میگیرن نه ازدواج، اما در لباس ازدواج بودن جز نخست. بسیار، این هم از این که پاسخ دادیم. بعد هفته آینده دوستان شماره 4 رو ملاحظه فرمایید. این ساده است، البته من همیشه تلاش میکنم چون به نوعی بینندگان محترم ضد انقلاب رو بنده نمایندگی میکنم، همیشه سعی میکنم که از فدوی خلاصه یک راهنمایی بگیرم که ایشون گفت این تارزان است و اون داره اون فریاد معروف رو میکشه، این دیگه راهنمایی نمیخواد. خب درست هم میگوید فدوی، برای اینکه برای من تصورم این است که ما از نوجوانی اگه نگیم بچگی با این داستان آشنا بودیم، با تارزان آشنا بودیم که الیاف درختان رو میگرفت و همه داری که جیغ میکشید از این درخت اون درخت خلاصه نقل مکان میکرد. و از کنم که حالا پرسش پده به پده این است که این تارزان این فریاده رو برای چی میکشید؟ چرا در تمام این از کنم که ورژن های به قول عوام فیلم هایی که در افتاد با تارزان درست کردن، این بزرگوار همش در حال جیغ کشیدنه. فدای میگه چرا جیغ میکشیدی؟ اما این تصویری که این کاریکاتوری که مرازی میفرمایید، این در واقع کاریکاتوری است که راجع هست به یک به کارلوس، اون کارلوس معروف در مدافع بارسلونا در هزار که به هر حال تولدش بوده. بعد این کاریکاتور رو یک کاریکاتوریستی به خاطر تولد این بازیکن معروف فوتبال اسپانیا کشیده بوده است. بله. خب یک هفته فرصت هست دوستان تأملی بفرمایید. اگر که کشف کردن که این فریادها در تمام این سالیان فریادهایی که تارزان میکشیده از چه بابت بوده، چرا، اون عرض کنم که ما رو هم در جریان بذاریم. به هفته آینده اگر عمری بود و برنامه ای من سر را به قول عوام سپایی میکنم و پاسخ درست رو از فدایی میگیرم و میارم خدمت شما. خب دوستان گرامی، به بخش بازرگانی رسیدیم. فدایی تصمیم گرفته است که بازرگان بشود. گفته است که آقا ما رو هم از این نمد کلاهیست یا عمامه ایست و لاکن اینطور نمیشود که دوستان بزیرس بکنن ما نکنیم. حالا اینکه انگیزه فدایی چه بوده است، علت چه بوده است که یک آدم اهل معنی به سمت سوی بیزینس آمده است، این شرش اندکی طولانی است.
که وقت گیر است ثابت بکنن دوستان. اگر خواستن ببینن که چرا بخش بازرگانی درست کرده فردوی، تشویرن به همون سایت نویسنده هزل دات کام به بخش انتشاراتی کتابی موازی میتونن با یه جلد بسیار زیبا که کار عرض کنم که اسدی پور گرامی دوست عزیز هست، بیژن گرامی، به اسم تذکرت الاشقیا دو جلد هست. در جلد نخست در اونجا مشروحاً یک مقاله هست به اسم فدوی با مدیریت جدید یا به قول عوام فدوی under new management، در اونجا توضیح داده است که چرا عرض کنم که به بیزینس روی آورده است. به هر روی بده بترسم به سمیش یادم بره، تشکر بکنم از دوستان گرامی که فدوی رو در امر جمع‌آوری تصاویر یاری میرسنن، سپاسگزاری بکنم دوستان گرامی فروغ عزیز، آزی نازنین، یاشار، میکائیل مجی خان و البته آرزوهای اقلابی. بله خب چند تا آگهی با هم دیگه نگاه بکنیم. عرضه بذارم شماره 5 رو ملاحظه فهمید که برای این تکنولوژی در خدمت آگهی کار میکنن. ملاحظه فهمید که بزرگوار خوش سلیقه هم از گویا گفته است که با سلام بنده آقا هستم، خب یعنی که خانم نیست. ورزشکار 30 ساله، کسانی که زیر 20 سال هستند خلاصه بزرگتر از او قبول نداره، بیان ایشون ماساژ بده. بله دوستان اگر علامت هستن این آگهی رو پاسخ بدن. دیگری که یه خبر بهشت اثر هم داشتیم در شماره 6، ملاحظه فهمید که به قول عوام این برادران متعهد و مؤمن چینی ما از به قول عوام از ای تازی مورد نیاز جامعه شکومت اسلامی رو تورید می فرمند به علت به حال عوالم دوستی و مودتی که با حضرت آقای ما دارن. این است که به طور کلی امر تورید جامعه شکومت اسلامی رو برادران مؤمن و معتقد چینی ما به عهده گرفتن. این که دارید ملاحظه فرمید پرچمه دیگه، فقط مونده بود پرچم برادران رو اونجا بسازن که خوب ساختن. چادر هم که می دونید که میلیون ها متر به اندازه در واقع وسط مملکت پارچه چادر مشکی وارد می شود. بله همسایه ها یاری کنن تا من عرض کنم که شعرداری کنم با قول اون زبر مسئله معروف. خب دوستان گرامی، گویا ماجرای آب در وطن سابق داره جدی می شود و گزارش های شما ملاحظه می فهمید بنده حتی اگر نمونه هایی می خواستم بیارم به امروز کفاف نمی داد واقعا. اما این آگهی رو ملاحظه بفرمایید، بسیار به قول عوام یونیک هست، یعنی بی‌سابقه است که معاوضه خودرو با آب و شهر هم عرض کنم که بله بوشهر هم هست که پژو هم هست و به نظرم 1996 یعنی اصلا کاری نکرده. در واقع کیلومترش هم نوشته 15 کیلومتر رفته. به هر حال این رو معاوضه میکنه با آب در بوشهر. بله قابل توجه ارز کنم که این جایی که بهش میگن که ارز کنم حوزه علمیه، وقتی میگن علمیه بنده کهیر میزنم و اینا اگر علما باشن خب پس گرامبر کیه. باری دوستان برادران قرارداد بسته بودن با عرض کنم که حوزه های علمیه برای اینکه جلو عوارض طبیعی رو بگن، لطفا به قراردادشون عمل بفرمایند. خب دوستان با ذوق و با استعداد ما در تصویر شماره 18 یک قلیان بسیار توام با اندیشه و هنری تولید کردن که در یک مقاله مبسوطی بود اونجا موارد استعمال آفتابار فدایی اونجا نشان داده بود که از تنبیه اشرار به قول برادران گردن اینا هم انداخته بودن تا سر سفره توش دوغ رفته بودن و چرا که اینا با دوغ در آفتابه. به هر روی حالا دوستان قلیان هم درست کردن، بنابراین بسیار بسیار کم خرجی دیگه. خب دوستان در ایران سابق یا در وطن سابق رفتارهایی با حیوانات میکنه که پدبیر ناراحت میکنه، باور بفرمایید. و فدایی به حیوانات حساس است و طرفدار از کنم که
این عزیزان هست که در واقع اعضای اصلی طبیعت هستن. شما نگاه کنید این حیوان زحمتکش و این بلد دوستان ما به چه روزی در آوردن، بهش لگزوس وز کردن، نمیدونم شماره زدن در پشتش، یا بعدم به هر حال اگر هم اینو بخوایم به طنز بگیریم، طنز تلخ هست. فرامین یک مقاله مبسوط تحقیقی نوشته است در مورد سگ، باور بفرمایید، و سرنوشتش حتی در ادبیات کلاسیک ما در اونجا بررسی که از آن پژوهش کرده است، و چهره این حیوان ارز کنم که خانگی دوست انسان رو اونجا به تصویر کشیده است. و در مورد خرم بعد باید کار بکنم، یعنی فدای این کار رو بکنم بعد که به تقصیرم. خب این تصویر شماره 9 بود که ملاحظه فرمودید، و دوستانی که به این مغازه رفت آمد میکنن در تصویر شماره 10، تصویر بعدی، لطفا یه چند روزی تحمل بفرمایید، تشریف نبرید، برای اینکه مغازه رو اون همکار فدری بسته به علت فوت خروس لاری عزیزم، مغازه تعطیل میباشد. دوستان تشریف نبرن تا ایشان رفع تعلمات وارده بشود. اما هنوز و همچنان در جامعه ما انسان های بس کنم که خوشخلق هم چنان پیدا می شوند. پس به شماره 11 رو ملاحظه بفرمایید که اینجا نان ماهیست و نان هم دیگه در واقع جز اقلام لوکس هست دیگه. نان و پیاز و مثلا فرض شما به این چیزها جز اقلام لوکس هست، یعنی همه کس نمی تونه داشته باشه. به هر روی بزرگوار در تصویر شماره 11 فرموده است که نان به سر سفره ببرید حتی بدون پول، فقط نیازمندان. درود بر این دوست عزیز نازنین با این نگاه از کنم که عاطفیش به شهروندان دیگه. اینکه در شما در تصویر شماره 12، ولی نمیدونستم که دیگه این تفکیک مثلا فرض کنیم یه چیزای فقط ویژه برها مؤمنین هست. در تصویر شماره 12 ببینید که مکه مکرمه للمسلمین، فقط برای خلاصه مسلم اونجا خاش پرستان اگه اونجا عبور بکنن خلاصه احتمالا خونشون پای خودشونه. دیگری که در تصویر شماره 13 خدمات شایانی رو این برادر به طور موبایل داره عرضه میکنه دیگه، مغازه های حرفان دیگه لازم نیست، که خیلی چیزا نوشته که آنچه که میشود دید اجرای خطبه عقد ازدواج عادی با مدرک معتبر قانونی بدون سر در شناسنامه. این ظاهرا جرم باید باشه قاعدتا، برمنده نمیدونم این دوستان اهل وکالت و اهل حقوق ما در این مورد چه فکر میکنن. برای این دو هم دوستان مرحمت کرده بودن. از کنم برادر سعید توسی لوات الاسلام و المسلمین، سعید توسی بزرگوار، از کنم که گویا کارش کساد شده و در تصویر شما 14 خلاصه هیچ کس کلاس بزرگوار نیمده، تنها کسی که خطر کرده است ظاهرا این خواهر هست، حالا قدر نمیدونم، ولی ملاحظه کنم که این قرآن هایی که اینجا روی از این میزهای کوچک گذاشتن هیچ پسر بچه قاری مینی قاری چیزی جرأت نکرده است که دست برادر توسی به این کلاس بیاید و کلاسش کساد شده است گویا. بله خب دوستان، یکی دو ماجرا در پیش داشتیم چند روز گذشته که حتما به طور مشروع از طریق رسانه ها در جریان هست، که ماجرای پست بوده است و یکی هم داستان چه میدونم ماه 19 و ماه رمضان که اون تظاهرات مذهبی عجیب غریب که دیگه دولتی است، یعنی اینا دیگه مسئله درونی یا قلبی این حرفا نیست، اینا مسئله دولتی است. و کلیپ های فراوان تصاویر گوناگون هست که تشبیه نگاه بکنید، چون امکان نقل اینها واقعا به لحاظ زمانی نبود. برای یکی دوتایی رو خدمت شما با هم دیگه نگاه بکنید. تصویر شماره 15 رو ملاحظه بفرمایید. اولا که برادران مؤمنین و مؤمنات کسرا لا امثال هم خیلی پیشرفته شدند، خیلی مدرن شدند دیگه، اون شعارهای به قول معروف دستمالی شده تکراری دیگه نمیدن و مقداری فسفر سوزوندن، گرچه خب نداشتن مؤمنین فسفر، ولی از یه جای وارد کردن احتمالا
بله، در جن هست یکی از شعارهای شگفت انگیزی که مؤمنین و مؤمنات کسر الله امثالهم میدادن، فینگلی امریکا جنگلی اسرائیل، درد بگیرید کوفت بگیرید ایشالله بمیرید، این شعار بوده. وضع قافیه هم خلاصه دنبالش نگردیم. و بعد که این دوستان فرستاده بودن اینا اصلا باورم نمیشد، فکر میکردم که نیست چنین چیزی. آخه فینگلی امریکا یعنی چی؟ آقای امریکا، حالا ما کاری نداریم که عرض کنم که ابرقدرت هست و یا نیست و چه و اینا، ولی همین کالیفرنیا که عرض کنم که ملاحظه میفرمایی، بنزه آلمان، آلمان یک کشوره، یه ایالت این مملکت بنزه آلمانه، خودش یک کشوره. حالا این چطور فینگلی امریکا این فینگلیه؟ به هر حال دوستان برادران زنجیر باره کردن و هر چیزی داشته میخواد میگن در جهت تمایلات رهبری. بله، فینگلی امریکا جینگلی اسرائیل، تصویر شماره 15. این خلاصه این برادران هستن که با این شعار سنگین دیگه از نفس و از پا افتادن، نقش زمین شدن که خستگی در بفرمایند. و اینها که فدایی یک سطر نوشته و گفته است که از اونم که با آهنگ اون سیاوش قمیسی، طاقت بیار رفیق، که طاقت بیار برادر، آمبولانس ساندیس در راه است، برنامه میرسه و شما تر و تازه میشید و به اراتیز خودتون ادامه میدید. بسیار خوب، 15 رو امیدوارم ملاحظه کرده باشید که طاقت بیار رفیق، آمبولانس ساندیس در راه است. بله، از کنم خواهش پرستان همچنان به هر حال توجه دارن که ما هنوز در روزهای پایانی ماه سهمین رمضان به سر میبریم و مراعات به هر حال حال ما رو بکنن، که البته این کار کردن. ملاحظه فرمید که خواهش پرستان در تصویر شما 16 ببینید اونجا این دو تصویر هست که به هم دوستان وصل کردن و اون بالا نوشته که به هر حال به احترام رمضان خلاصه نو بکنی نداشته نپوشن کاهران، که در تصویر پایینی ملاحظه فرمید که بانوان خواهش پرست قبول کردن و رعایت کردن و بکنی از کنم که نپوشیدن، چون مؤمنین خواستن که نو بکنی، این هم خب نپوشیدن، رعایت کردن. بنده تشکر میکنم از این بانوان گرامی و زیبا بابت رعایت حال ما. خب دوستان، در این از کنم مراسم احیای معروف که شب 19 ماه رمضان هست، اینها تصاویر گوناگون ملاحظه فرمودید، انواع و احسان، نقل همگی میسر نیست، یک کاریکاتور در این ارتباط ببینید که اصلا خالی از حقیقت نیست. تصویر شما 17 ملاحظه بفرمایید. بله، عرض کنم که این کاریکاتور هست در مورد همیشه به احیا و دوست بامزه دیگری، برادر بامزه دیگری رو در تصویر 18 ملاحظه بفرمایید که کتاب بر سر دارد و از کنم که سلفون در دست، که از ابزار تهاجم فرهنگی خاش پرستان هست این سلفون، و دارد عکس میگه. مراقب باشه، یک گزارش بنده داشتم اینو به علتی که به علت زیغ وقت واقعا و جایی برای تو نذاشتم، اما یه هموطن جوانی در یک ارتفاعی به هر حال اقدام به گرفتن سلفی کرده و سقوط کرده و متاسفانه در گذاشت. این که البته در این عکس سقوطی در کار نیست مگر به دامن الهی و یا برادران اتفاق نمیفته، ولی به هر حال دوستان حواستون باشه. خب تصویر 18 رو امیدوارم ملاحظه کرده باشید و در تصویر بعدی که در واقع شماره 19 هست، فدایی در تئوری طنز خودش یک بخشی داشت راجبش توضیح داد به نام طنز تصویری، که مراد فدایی از طنز تصویری عرض کنم که کاریکاتور نیست و داستان دیگر نیست. از این قرار است که یک تصویری رو که خب همه میبینن و شاید اندیشه این رو بر ننگیزد، اما وقتی که یک عبارتی در پیوند با محتوای این تصویر طنز پرداز به اون اضافه میکنند، گاه سرنوشت عرض کنم که تصویر عوض میشه. در تصویر شما 19 همین اتفاق افتاده و ملاحظه میفرمید که فدوی اضافه کرد دست به تصویر که بس شانسی آوردیم و باران هم گرفت. خلاصه این دوتا بانوی زیبا جوان
اینها اسم هم که کتاب مرسل، حالا فدایون طنز تصویری رو ساخته با این عبارت که اسم هم که بدشانسی باران هم گرفت و ما دست جمعی برای هموطنی که در شماره 20 تصویر 20 هست دعا میکنیم که ایشان بهبود پیدا کرده باشد از 19 ماه رمضان تا اکنون. امیدواریم که رفع کسالت شده باشد. دیگر اینکه در تصویر 21 رو ملاحظه بفرمایید دوستان، یکی از حضرات آیات هست و باز این یک طنز تصویری است، یعنی فدای عبارتی اضافه کرده است به این تصویر که حالا شده است یک اثر جدید. خب حاج آقا دارد میگوید که لکن به فتوای یکی از علمای سلف که خودمان باشیم، دود علما از هر نوعی که باشد مبطل روزه نیست. این در بازار هست، ماه رمضان هست و این حاج آقا سیگار مبسوطی دود میکنه، اما همونطور که خودش فرمود به فتوایی که علمای سلف که خودش باشد، دود علما از هر نوع که باشد مبطل روزه نیست، یعنی باطل کننده روزه نیست. خب دوستان، این ماجرای قصه که در جریان هستید و گزارشات فراوان تصویری و کلیپ و از این قبیل هست، نمیشود به همین ما پرداخت. کوتاه یک اشاره میکنیم. عرض برم که در مورد شعار جدید که عرض کردم، فینگلی امریکا جینگلی اسرائیل که میگفتن، تصویر 22 رو نگاه کنید که این هم از این نوع مدرن هست که مؤمنین مدرن شدن. حالا عرض میکنم تصویر 22 رو ببینید که در اون پلاکارد گنده نوشتن که اینو باید با آهنگ خواند، یک خواننده جوانی به نام حمید هست که به حال یک آثاری رو تولید فرموده است و مورد اقبال جوانان هم واقع شده است گویا. به حال یکیش در اونجا میگه شوخی مگه، در اون اصل اثر چی میگه، میگه شوخی مگه منو بذاری بری، همچی داستانی است. بعد مؤمنین این رو در واقع شعار کردن در تصویر 22 که شوخی مگه، یکی بزنی نمونی، ده تا میخوری نشون به اون نشونی، اینو با اون آهنگ باید خواند. بله، اینم ملهم از اون مهمل حضرت آغاز که فرمود که اگر اینها یک موشک ما بزنن، یعنی اسرائیل، ما 10 تا موشک میزنیم. بلافاصله دوستان از روی آهنگ این شعار رو درست کردن و روی پلاکارت هم گذاشتن رو که دارید ملاحظه میکنید، شوخی مگه، یکی بزنی نمونی، 10 تا میخوری نشون به اون نشونی. اینو با آهنگش بخونید به هر حال دلشین تره. دیگه از به حضورتون که دوستان در ارتباط با مبارزه با کشورهای دیگر، چون جز نفرت اینا که چیزی منتشر نمی کنن دیگه، از بام تا شام مرگ بر این و لعنت بر اون و این حرف هاست. بعد میگن چرا مردم میرن سمت خودکشی، چرا دیپرس میشن، چرا و چرا و بسیار چراهای دیگر. به هر روی این دوستانی که مؤمنینی که دوستان که نیستن، مؤمنینی که عرض کنم که روحیه تهاجمی دارن به سایر کشورهایی که هم الان راههایی پیدا کردن جدید، اینا دیگه تازه است، بنده تا حالا ندیده بودم. فدوی هم که همینطور. ببینید شما این تصویر شماره 23 هست مربوط به این قضیه که این برادران اون سطل آب که سطل که ملازم فرمایید گفتن که ما با یک سطل آب اسرائیل رو نابود میکنیم. حالا این برادران رو ما به هر حال بدشانسی هم آوردن خودن به قحط و قلا، به خوشسالی، حالا من نمیدونم آب از کجا میخوان وارد کنن که بریزن اسرائیل آب ببره. آب مملکت رو که حضرت آیات از کنن بخار فرمودن و روی این روش تازه است. بنابراین این برادران میخوان که با سطل آب خالی اسرائیل را نابود بکنن. و برادر دیگری حوصله آبازی نداشته و یادتون میاد که بچه که بودیم تیرکمان دو، این تیرکمانه منطقه خیلی مقوی است، همطور که ملاحظه فرمایید در تصویر بعدی 24 ملاحظه فرمایید این بسیار تیرکمان مقوی است که ما بچه بودیم شوربختانه و اسباب اون موقع کامپیوتر که نبود که اسباب بازی مثلا این بود، یکی از اسباب بازی این بود که بزنیم این کبوتران گرامی رو که الان من یادش که میفتم اصلا حالم بد میشود. البته نمیکردم من این کارو واقعا، ولی این بسیار دست دوستان
می دیدم. برای حالا اون مؤمنین قبلی با یه سطح آب میخواستن که ترتیب اسرائیل بدن، این بزرگوارم با این تیرکمان که یه سنگی چیزی بذاره بندازه به سمت اسرائیل، و اسرائیل اگر اون آب اون دوستان نبرد سنگ این برادر ببره. دیگر این که مراسم تعارف هم بزرگواران به جا میارن در ارتباط با نابودی کشورهای دیگر، و در اینجا اسرائیل تصویر 25 ملاحظه بفرمید که دارن تعارف میکنن، حاج آقا خود عزیز هست این خط، حاج آقا شما میزنی اسرائیل رو با خاک یکسان میکنی یا ما بزنیم؟ حالا شما بفرمایید خواهش میکنیم. تعارف نفرمایید. بله، حالا اگر که اون سطل آب اون مؤمنین و تیرکمان یکی مؤمن کار نکرد، شما قبول زحمت بفرمایید. برای در تصویر شماره 26 دوستان نگاه بکنند که برادران مؤمنین طبق محاسبه مؤمنین از کنم بعد از اون سطل آب و اون تیرکمان و اون ماجراها خلاصه تازه هنوز 8411 روز به نابودی اسرائیل مانده است با سطل آب و اون تیرکمان. بله، خب دوستان تغییر زائقه بدیم، یکی از کنم که در تئوری طنز فدوی به ویژه در اون برنامه آغازین توضیح داده بودیم که بعضی از عرضه بدارم که جوک ها متایبات یا فکاهه اینا همش یکیه، همینی که بین مردم به هر حال در رفت آمد است اینا، خب اینا وقتی در حد جوک هستن دیگه عرضه بدارم تاثیرگذار نیستن، برای اینکه جوک و متایبه یا فکاهه در سطح حرکت میکنه و طنز یا هزل و هجم در قوم حرکت میکنه. باری بعضی از این جوکا بعد از مدتی وقتی که درک میشه توسط مخاطب یا مخاطبین بعد ارتقا پیدا میکنند، یعنی از جوک و متایبه میرود به عرض کنم یکی از انواع طنز، که اینی که عرض کنم که از آن جمله است که گفتند که یکی از معلمین دوران دبیرستان ما را اوائل انقلاب به جرم اهانت به خواهر پیامبر پاکسازی و اخراج کردند. اون در دفاع از خود گفته بود که پیامبر اصلا خواهر نداشته که من بهش توهین کنم. در پاسخ بهش گفتند که ما میدانیم که بزرگوار پیامبر گرامی خواهر نداشته، برای همین اخراجت کردیم، اگر خواهر میداشت حتما اعدامت میکردیم. خب این دیگه جوک نیست، این هم تو گرس کردن اعتقال مقام پیدا کرد و به حوزه طنز در واقع نزدیک شده است یا وارد شده است. خب دوستان گرامی، این ماجراهای افطار و این حرفا رو در قسمت پیش درآمد هستیم کوتاه اشاره میکنیم که تصور نفرمایید که فقط در داخل ایران است. تصویر شماره 27 رو ببینید و اینجا در اینجا لندن است و این دیگو بادی که ملاحظه میفرمایید در مسجد المنار وابسته به داعش درون مرزی است، یعنی جمهوری اسلامی. بله، هرگز فدایی نمیگوید از سال 1358 به این سو شما در آثار فدایی نمیبینید که نوشته باشد جمهوری اسلامی، بلکه جمهوری تعریف دارد و هم فرض کنم داعش درون مرزی، که برای اینکه با اون برادران اشتباه نشه با داعش برون مرزی، چون این جمهوری اسلامی یا داعش درون مرزی پاک نمیسه داعش برون مرزی است. خب ملاحظه میفهمید که وابسته به مسجد المنار هست، وابسته به برادران در لندن هست، و خلاصه برادر ترامپ هم تو این وسط گفته آقا ما را هم از این نمد کلاهیست. و در تصویر بعدی که شما 28 هست، ایشان هم به حال افطاری داده است در کاخ سفید، البته نه به مفسری برادر اوباما، برادر حسین علیه السلام اوباما، ولی به اجمال اختصار برگزار کرده است و اینها، و مؤمنین عرض کنم که ساکن امریکا هم قره مبسوطی زدن که آقا ما رو دعوت نکردن. بله، ضیافت افطار بدون حضور سران سازمان‌های بزرگ مسلمانان برگزار شد. این خبر است، سران سازمان‌ها گفتند کاخ سفید از آنها برای این مراسم دعوت به عمل نیاورده است. به همین اختصار ایشون عرض کنم که برگزار کرده است. خب دوستان یه طنز تصویری دیگه هم ببینیم در شماره 29 که باز
در خبرها ملاحظه فرمودید که اینو پهلوی نوشته است روی تصویر، که این طنز تصویری است، نوشته است که ترامپ، از قول ترامپ گفته است که رفتار ایران پس از خروج ما از برجام تغییر کرده است. عرض کنم که ملاحظه میفهمید که تغییر کرده است. گذشته است که آقای بهبانی نداشت. آقای بهبانی میگه بله تغییر کرده، رفتار برادران نسبت به ترامپ تغییر کرده، دیگه نمیذارن پیاده بره، با ماشین میبرنش. این طنز قشنگی است که فبداره آقای بهبانی ساخت. بله ملاحظه میفهمید که لوگوی اسرائیل رو روی پیرهنش گذاشتن و داری زدن و عرض کنم که با ماشین دارن میبرن. و فتوی هم روی تصویر نوشته است که رفتار ایران پس از خروج ما از برجام تغییر کرده است. بسیار خوب. از کنم در حوزه سینما و تلویزیون این حرفای دیگاهی بکنیم ببینیم چه خبر بوده. از کنم خبر تخ بود که مرگ آنتونی بوردین بود که دوستان در جریان هستن. علتی که اشاره میکنیم به این قضیه خواهد، چون در همه حوزه از کنم که تلویزیون هست، با CNNشون کار میکرد. و اما نکته جالب در مورد این آقا که گفته شده است که خودکشی کرده است، این بود که ایشون از در واقع به قول اهل تاریخ از تابینی به سرداری رسیده بود، یعنی از قشهای بسیار زحمتکش جامعه امریکا بوده و خلاصه از کارگری شروع کرده است و بسیار تلاش داشته است و همیشه نگران به هر حال فرداش بوده، هیچ تأمین اجتماعی یا به هر حال درآمد آنچنانی اصلا نداشته، تا اینکه بختش باز می شود و مورد توجه CNN قرار میگیره، چون ایشون برام آشپز هم بوده است اونها، که بعد اون برنامه معروف رو که میدانید به کشورهای گوناگون سفر میکرد و یک آمیخته ای از فرهنگ قضایی و فرهنگ اجتماعی و سیاسی و مردم رو به نمایش میگذاشت. ایشون البته سفری هم به ایران داشته و به تهران و اصفهان رفته. به اونم ملاحظه فرمودید برنامه باید روی آنلاین باشد، خواست ملاحظه بفرمایید. بعضی دوستان ایراد گرفته بودن که ایشون رفته است در اونجا، در ایران چرا هیچ مطلبی که حاکی از به هر وضعیت دشوار شهروندان ایرانی باشه نگفته است اینها. ولی دوستان توجه داشته باشن که در جامعه شکوهمندی که مگس مکتبی، نه مگس معمولی، نه ها، مگس مکتبی هم در آسمان ولایت نمی پرد، یه امریکایی چگونه میتواند بیاید نقد بکند جامعه اونجا رو؟ اما به نظر فدری یه جمله گفته است که بعضی که عرض کنم که در ایران بوده، گفته است که تهران آمریکایی ترین شهر دنیا خارج از آمریکاست. این عبارت معناداری است به هر حال، یعنی عبارت دلچسب و دلپذیری برای حضرات نیست. این معناش این است که به هر حال مردم توجه به دنیای آزاد دارن، حالا قصد و سمیری شما کاری نداریم، ولی مردم به هر حال نگاهشون آنگونه است. برای ایشون نخستین کسی نبود است که شوربختانه خودکشی کرده است و پیش از اینم اون از کنه که بازیگر بسیار توانا رابین ویلیامز رو داشتیم که بسیار فدری رو دوست می داشت و گویا که شیوه خودکشی هم یکسان بوده است در حمام از کنم منزل باری. برحال این از این بود. و اینکه یه خبر دیگه بعد دیدم که فدایی هم نوشته است که آقا من بوی خوش نمیشنوم از این اوضاع. حالا چه بوده است؟ داستان این است که چندی پیش خبر تاسیس شرکت فیلمسازی شهاب حسینی از بازیگران درون مرزی است و از نمایندگان فیلم حکومت اسلامی هستن ایشون، به اضافه آقای فرهادی و دیگران. به هر حال شگفت انگیز بوده است برای فدری که چطور ممکن است که یک بازیگری در یک کشوری مثل امریکا که با آخوندها در جنگ هستن یا با هم دیگه مثلا در جنگ هستن، ایشون یه دفعه در امریکا این گونه بشود و یک شرکت باز کند. این خبر رو عرض میکنم که بعد چندی پیش خبر تاسیس شرکت فیلمسازی شهاب حسینی در آمریکا منتشر شد. این بازیگر درباره خبر توضیح داده.
گفته است که پرو خبری که در خصوص فعالیت های اخیر بنده منتشر شده لازم دیدم توضیح مختصری به محضر شما تقدیم کنم. در پی فعالیتی که از 2 سال پیش آغاز کردم به لطف الهی، بنابراین پس تأسیس این شرکت به لطف الهی بوده. قوانین مقررات امریکایی البته اینجا محلی از اعراب ندارد، و اینکه چگونه ممکن است که در دشمنی کمچی کاری کرده باشه. بله، بله، به لطف الهی موفق به تأسیس شرکت فیلمسازی با ندا به نام ندای 7 آسمان ایشون گفته است که تولید به صرف رسیده و درست کرده است، که هدفی جز آثار و کشف آثار و استعدادهای جوان را خلاصه پیگیری نمی کند. حالا من نمیدونم آیا در داخل مملکت هیچ استعدادی نیست یا نبوده است، و اینکه فدایی گفته است که بوی خوش نمیشنوم از این اوضاع به قول حافظ. پرسشش این بوده است که چگونه است که چگونه ممکن است که از کنم یک نفر از جامعه ولایی حضرت آقا در ممالک استکبار و شیطان بزرگ یک شرکت فیلمسازی درست بکنند. برحال حاج آقا مسئلتون به قول معروف. بسیار خوب دوستان، و بعضش هم ناخونه که بزنیم، فقط تصویر شما سیر رو ملاحظه فرمایید که این کفش تلاس هست که در واقع اخیرا رونمایی شده در بدت این جام بازی های جام جهانی 2018 رونمایی کردن دوستان، و در واقع سابقه این کفش از سال 1982 است. در هر دوره نصیب در واقع بازیکنی می شود که بهترین گل مسابقات را به ثمر رسانده باشد. تصویر شماره 30 رو ملاحظه فرمودید، و این حضرت آقای ما در قناعت زب زب مخفف زعف الله پروستات است. ایشان یه عبارتی معروفی دارد که میگوید ما رکورد زدیم. بعد میشود که زیر این رکورد تمام این نابسامانی ها فجایع که در جامعه شکومن در جریان هست رو زیر این ما رکورد زدیم بذاریم. و هر روی حالا فدایی هم ناخونک زده است این ما رکورد زدیم، و تصویر شماره 30 رو ملاحظه فرمایید. این بچه های ما هستن که با اعلام AFC از بین 5 تیم آسیایی راه یافته به جام جهانی، تیم فوتبال البته، ایران با میانگین قدی 1.83 قد بلندترین و با میانگین سنی نزدیک به 26 سال جوانترین تیم آسیایی جام جهانی است. با آرزوی توفیق فراوان برای این دوستان، اگر برادران بگذارند، یعنی اینا خدای نخواسته زبانم را خدا روز نیاره یه وقت با اسرائیل هم برنامه نشن که دوباره اره بده تیشه بگیر و پاسدار پاسدار کشی بشه باری. و از خبرهای شگفت‌انگیز برای شنونده و بیننده، البته برادا دیگه مردم جهانم آگاه هستن که برادران چه حال بدی دارن. به هر حال پخش بازی جام جهانی در اماکن عمومی هم ممنوع فرمودن برادران، و این خبر رو معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران گفته. اصلا یک رشته ورزشی چه ربطی اصلا به امنیت و چیزا دارد؟ معاون امنیتی انتظامی و فلانی حرف. به هر حال انگیزه برادران این بوده است که چون ورود بانوان همچنان ممنوع است به ورزشگاه ها، این حالت شرم‌آور واقعا که اینها شرم هم نمی کنن. مثلا با این واژه اصلا آشنا با شرم آزر اینا اصلا این آشنا نیستن و وارد ورزشگاه هم شرم نمی شوند. حالا این کار هم که کردن که نکند یه وقت مثلا در یک کافی شاپی در یک رستورانی همه جای جهان متمدن هست مده، یه مانیتور یه تلویزیون بالا میذارن که برنامه مورد علاقه مردم پخش میشه، و برادران این کاری کردن که یه وقت نکند مثلا بانوی مثلا در یک رستورانی باشه که در اونجا فوتبال نشون میدن. بنابراین پخش اینها رو در این در عرض کنم که اماکن عمومی هم ممنوع فرمودن. خسته نباشن برادران، عرض کنم که بله. خب اعتراض به ناهنجاری ها برای اهالی داخل ایران دشوار است، اما بنده درود میفرستم به بانوی جوان عزیزی که تصویرش شما در شماره 32 ملاحظه می‌فرمایید، که این شطرنج باز سرشناس هند هست و ایشون
چون گریبانش گرفتن که تو باید لچک سر بکنی، ایشون گفت آقا بنده عطای این مسابقات جام ملت‌های آسیا رو به لعایش بخشیدم و بنده لچک به سر نخواهم کرد. برای که این عبارتش هم ایشون اعتراضش خیلی خیلی سریع روشن و معنادار است. نام این بانوی عزیز سومیه از سوامناتا اگر درست خوانده باشم، و ایشون گفته است که حاضر نیست برای شرکت در این مسابقات روسری به سر کند و افسوده است که قانون حجاب اجباری را به عنوان نقض حقوق فردی خود درک می کند و تنها امکانی که برای اعتراض به حجاب اجباری در اختیار دارد این است که از شرکت در مسابقات شطرنج جام ملت‌های آسیا انصراف بدهد. درود به این بانو، خودش که مشکلی در این ارتباط ندارد در مملکت خودش، ولی به هر حال در راستای حقوق زنان، حقوق از دست رفته زنان ایران ایشون قدمی برداشت که بنده از اون سپاسگزاری میکنم. خب دوستان گرامی، عرضه بدارم که بعد با عجله خدمت شما اینا رو عرض میکنم که چون با تاخیرم شروع کردیم، بلکه به هنگام بنده آقای بهبانی رو بذارم به کار زندگیش برسه. در قسمت پیشتنامات همچنان هستیم. فده بود که پرسیش هم برای بنده فرستاده بود، گفته بود که از بینندگان محترم ضد انقلاب بپرس. پرسش این بود است که فدایی نوشته است که دیری است در این حیرت است که چرا دولت‌های جهان آزاد رهبرانی که ملت‌های خیش را بیرحمانه به سیخ کشیدند به گرمی استقبال می‌کنند. شما خوانندگان محترم ضد انقلاب می‌دانید این پرسش کرده مادم به قول عوام فوروارد کردم. پاسخ فدایی رو شما خودتون مرحمت کنید و خبر جالب این روزها هم که در جریان هستید ملاحظه فرمودید که از کنم ملاقات به قول رسانه ها تاریخی برادر کیم جونگ اون، واسه حالا اشتباه نکنیم آقای بهبانی، اون نه اینها، در واقع اون نه این، بله کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مرازی فرمود که اینا هم دیگر به هر حال ملاقات فرمودن تصویر شماره 33 و گویا دارن به هجله میروند این بزرگواران. بله در تصویر شماره 33. اما از اخبارش سعید میگه آقا برادر ترامپ ازش پرسیده که آقا اینجا خوبه یا بریم تو اتاق، اونم دستش گوشی گوشش آقا بریم دیگه، به هر حال برویم و دارن میرن، انشالله که بخیر گذشته باشه. ولی نمیدونم، خیلی باید مراقب باشه برادر ترامپ، برای اینکه این آقا با اینکه جوان هست و اینها، ولی در خبرها که من دنبال میکردم بسیار پیش از این طنزش نوشته شده و منتشرم شده، این بزرگوار بسیار بسیار دلرحم است، این برادر کیم بسیار دلرحم، در حدی که مثلا فرض کن شوهر عمه‌شو اشتباهی کرده، حالا چرتی زده یه هم چیزی، با توپ زده هوایی میذاره جلو، توپ زده هوایی شلیک میکنه، اینجوری اعدام میکنه این بزرگوار. و از این افسران ارشد خودش که یارم حلبی و اینا بهشون آویزون هست، یکی از اینا رو باز زباله بیچاره وزیر نمیدونم کشور بود، وزیر جنگ بود چه بود، در سخنرانی این آقا اندکی چرت زده بود، ایشون هم رفتش از جلوی زده هوایی و شلیک کردن بهش. یه همچین آدمی است این بزرگوار، یه همچین کارنامه عرض کنم درخشانی داره. به هر روی خوش بگذره یا به خیر بگذره، بعد نمیدونم چه خواهد شد. اما در حاشیه این خبر جالب این بود که تصویر شماره 34 ملاحظه فرمید، تا شما دریافت فرمید در سلام بهبانی بنده از این قهوه کور چون رو ایرم بیب نداره که هنوز ماه رمضانه، چون به فتوای علمای سلف از که آدمی که رو ایره چون هی سرتر میشه و اینا اشکالی نداره، نماز روزه لازم نداره. بله این تصویر ملاحظه فرمایید در خبرها آمده بود که این برادر کیم توالس خودش با خودش آورده. حالا من عکس اون هتل رو داشتم، در آخرین لحظه منصرف شدم که بذارم برای که در واقع صفحه‌جویی در تصویر کرده باشم، ولی یک هتل بسیار مجلل عجیب و غریب بود. آیا در اون هتل یک توالت پیدا نمی‌شود؟ به هر روی این احتمالاً محتوای سیاسی دارد این داستان که توالتش رو با خودش آورده، شاید فکر کرده که ممکن است که از گلاب بروتون، از به هر حال فضولات این بزرگوار یه وقت
میزبان سوء استفاده بکند، تجزیه بکند یا آزمایش بکند و چیزهای اتمی مثلا اونجا کشف بکند. بر روی المعنا فی بطن عرض کنم که برادر کیم، یکی از دوستانی که از دوستانی که ملاحظه کردن یک کامنتی گذاشتن که فرموده است که این کار تازگی ندارد، یعنی بردن توالت به خودش، من اشاره اینه، این کار تازگی ندارد، چون اگر نمیدانید بدانید که روحانی و ظریف آفتابه های خودشان را با خودشان میبرند. ایشون این از کنم کامنت رو گذاشته و عیناً عرض کردم، اما این تصویر شما 35 رو بعد اضافه کردم برای اینکه دوستان بینندگان محترم عزت انقلاب در جریان هستن که یه بار به دلیل حسن سلوک مقامات داعش درون مرزی یعنی حکومت اسلامی جمهوری اسلامی، این هواپیما برادر ظریف رو هیچکس بهش در آلمان بود به نظرم به برلین تردید از بنده است حاضر نشد که به این آقا به دلیل حسن سلوک از کنم حکومت فعلی ایران با جهان آزاد از کنم هیچ جا حاضر نشد بهشون بنزین بده، که بالاخره ارتش آلمان به داد این برادر رسید و آمد و سوخت هواپیماش رو تأمین کرد و این تصویر رو فدایی گذاشته، گفته که در اون مدتی که اینا برادر ظریف علاف بود که یه جایی از آسمان براش بنزین بیاد، این آفتابش رو که این کاربر گرامی اشاره کرده است، این آفتابش رو داده دست یکی از خدمه هواپیما که آقا این شیشه هواپیما رو فعلا بشور تا بنزین برسه. به هر حال این آفتاب شأن و مرتبتی دارد در جامعه شکومت اسلامی که عرضه بدارم که چیز آسانی نیست. خب دوستان گرامی، سرفراز چند خبر خیلی سریع، مجلس عوام کانادا پایان مذاکرات با اینا رو تصویب کرد. خب داستان رو که میدونید و خبر میمنت اثری است که با اکثریت آرا خواستار توقف مذاکره با ایران برای اثرگیری مناسبات دیپلماتیک شد. حالا چرجه دوشی برای در کانادا و دیگری که از سوی سپاه پاسداران در فهرست گروه های امنیتی این کشور قرار گرفت. این خبر میمنت اثر. یک خبر دیگه هم داشتیم که یک مرد مسلح همین سه شنبه گذشته 12 عرض کنم که در پاریس دو نفر به گروگان گرفت و متقاضی مذاکره با سفارت برادران شد. برحال هر خبری در این ارتباطات هست، جنگ بگیر و ببند و گروگانگیری و انفجار اینا برحال به گونه ای به برادران ما مربوط می شود. دیگر این که عرض کنم این برادر احمد خمینی که تصویر شده در شماره 36 بعدن ملاحظه می‌فرمایید، ایشون هم تصمیم گرفت آخوند کم داشتیم، ایشون هم تصمیم گرفت که آخوند بشود اینها و یک کلیپی هم درست کرده بودن برای خودشون مراسم امامه گذاری و یعنی به هر حال آخوند ما کم داشتیم، این یک فرهم اضافه شد و جنجالی شده است این ماجرا. عکسی که دارید ملاحظه می‌فرمایید شماره 36، داستانش این بوده است که اینجا اولا قزوین است، فدای نوشته است که در خبرها دید که در قزوین معروف یک خبر عادی موجب حیرت شده و اون خبر چنین است. حالا خبر چه بوده؟ داستان این است که اقتدای تعدادی از روحانیان کهنسال در قزوین به احمد خمینی در تصویر ملاحظه می‌فرمایید در نماز جماعت حسینی یادگار امام این شهر جنجال برانگیز شده است. احمد خمینی فرزند حسن خمینی است که معرف حضورتون هست که اخیراً به هر حال امامه سرش گذاشتن انداختن به جان مردم. ایشون رفته از قزوین و در اونجا نماز جماعت گذاشتی و در واقع ملت اعتراض کردن که چگونه است که این عرض کنم که خلاصه این مامودها همه اقتدا کردن به این عرض کنم که طلبه. حالا فدایی گفته است که خب کجای این خبر عرض کنم که عجیبه. اولا که قزوینه، بنابراین از عجیب نیست. این یک. در ثانی ایرادی که میگیرید به مامودها چرا پشت سر اون واسدن، و سعدی هم خط سبز دوست داره، بقیش هم اگه میخواید اینجا بنده هنوز دارم
سعدی خط سبز دوست دارد پیرامون خد ارغوانی، این پیر نگر که همچنانش از یاد نمی رود جوانی. بنابراین حیرتی ندارد که این ماموت ها از کنم پشت سر این آخوند تر تازه دارن دلو راز می شوند. دیگه از خبرهای بسیار شگفتانگیز این بود که جمعی از هموطنان ناشنوای ما به هر حال تلاش کردن، کار کردن و یک سرودی رو تهیه کردن و اجرا کردن. خب اینا ناشنوا هستن و اجرا کردن و جلوش رو گرفتن به علتی که این حرکات موزون است، چون اینا حتی حاضر نیستن رقص و واژه رقص رو به کار رو میگن حرکات موزون، یا چهارشنبه سوری حاضر نیستن بگن، میگن چهارشنبه آخر سال. به هر حال 5 خرداد این اتفاق افتاده و از اجرای دوباره این سرود به دلیل اینکه حرکات موزونه عرض کنم که جلوگیری کردن برادران، خجالت هم البته نمی کشند. حالا فده یادداشتم گذاشته است که در پیوند با این مشکل عرض می کند که درک هزارات آیات چیز دشواری نیست، زیرا اشتباه از این بچه ها بوده است که نمی دانستند که برادران خودشان موجودات ناهنجاری هستند، فلذا آنان می باید به جای حرکات موزون حرکات ناموزون میکردن تا برادران خوششان بیاید. مطلب به همین سادگی است. دست شما 37 هم اون ملاحظه کرده باشید. خب دوستان به پایان آمدین، جوهر مطالب همچنان باقی، لکن باز به قول قاآنی جای شکرش باقی است که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت. بعد این با طرب و خرمی و فرخی آمد، وان با کرم و مهنت و رنج و مرضان رفت. بعد سپاسگزاری میکنم آقای سعید بهبهان گرامی که با وجود بروز چند اشکال فنی این مختصر رو به سمت سوی شما روانه فرمود با شکیبایی و بردباری، و تقاضان طبق معمول آن است که از کنم پشتیبانی از تلویزیون میهن و برنامه های گوناگونش رو فراموش نفرمایید که حجم اشکالات اندکی کاهش پیدا بکنه، و برای همه دوستان در هر کجا که هستن بهروزی و پیروزی آرزو دارم. تا درود دیگر، بدرود.